سیامک نمازی یکی از 5 زندانی آمریکایی که طی توافق میان تهران و واشنگتن آزاد شدند، در بیانیه‌ای از رئیس جمهور آمریکا خواست که در تعامل با دیگر رهبران جهان تلاش بین‌المللی برای جلوگیری از گروگانگیری اتباع خارجی توسط حکومت ایران را آغاز کند. آقای نمازی ایرانی آمریکایی 51 ساله این بیانیه را زمانی که هواپیمای قطری حامل اون و 4 زندانی آمریکایی آزاد شده دیگر در دوحه فرود آمد منتشر کرد. عماد شرقی ایرانی آمریکایی 59 ساله، مراد تاهباز ایرانی آمریکایی بریتانیایی 67 ساله و 2 زندانی دیگر با تابعیت آمریکایی که گفته می شود یکی از آنها زن است و به دلیل شخصی خواستند ناشناس بمانند، 4 نفر دیگر بودند. این 5 شهروند آمریکایی بر اساس توافق آزاد شدند که در جریان آن علاوه بر آزادی چند ایرانی زندانی در آمریکا، میلیاردها دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز به صورت مشروط آزادسازی شد. نمازی با اشاره به توافقهای قبلی با جمهوری اسلامی بر سر آزادسازی زندانیان دو تابعیتی یا خارجی در ایران گفت طی 44 سال گذشته رژیم ایران بر بازی زشت حبس کردن آمریکایی‌های بیگناه و سایر اتباع خارجی و تجارت با آزادی آنان تسلط یافته. او افزود که در حال حاضر زندان اوین عملاً یک ویران شهر گروگان‌های کشورهای مختلف جهان است. این شهروند دو تابعیتی که به گفته خودش 2898 روز از روزهایی را که باید بهترین روزهای زندگیش می‌شد در اوین گذراند، نوشت که باید فوراً محاسبات هزینه فایده تجارت ناپاک جمهوری اسلامی در زندانی کردن اتباع خارجی را برهم زد. او خطاب به جو بایدن افزود: آقای رئیس جمهور، در حالی که اولین نفس‌های آزادی خود را می‌کشم، در حالی که شما با رهبران جهان در سازمان ملل متحد تعامل می‌کنید، از شما می‌خواهم یک تلاش جهانی برای تغییر این بازی را با هدف جلوگیری از گروگانگیری به عنوان اولین اولویت آغاز کنید. نمازی گفت: تنها در صورتی که جهان آزاد سرانجام بپذیرد به طور جمعی عواقب شدیدی را بر کسانی که از جان انسانها صرفاً به عنوان اهرام فشار استفاده می‌کنند تحمیل کند، رژیم ایران و امثال آن مجبور به انتخاب‌های متفاوت خواهد شد. جمهوری اسلامی همواره متهم بوده که از طریق بازداشت شهروندان دو تابعیتی و اتباع خارجی در تلاش برای فشار بر کشورهای خارجی به ویژه دولت‌های غربی در جهت برآورده کردن خواسته‌های خود بوده. همزمان با این بیانیه، سیامک نمازی، کامران قادری، دیگر زندانی دو تابعیتی پیشین، خواستار بالا رفتن هزینه پایمال کردن حقوق بشر توسط دولت ایران شد. قادری، بازرگان ایرانی اتریشی که چند ماه پیش از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد شد، در گفتگوی افسود این مسئله باید یک بار برای همیشه حل شود، نه اینکه برای سیامک نمازی حل شود ولی دوباره برای یک خانم یا آقای دیگر تکرار شود. نمازی همچنین در بیانیه خود با ذکر اسامی زندانیان سیاسی و دو تابعیتی محبوس در اوین نوشت که همراه با احساس شادی و وصف ناپذیر آزادی از این افراد بسیار شجاع همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، احساس گناه دردناک و عمیق دارد. و از جمله به احمد رضا جلالی، یک پزشک ایرانی سوئدی محبوس در اوین، اشاره کرد که به اتهامات واهی در انتظار اعدام است. این زندانی دو تابعیتی پیشین به فعالان محیط زیست زندانی چون نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سام رجبی و همچنین سپهر ضیایی بهایی زندانی در ایران اشاره کرد و نوشت تنها پیامی که رهبران ایران با زندانی کردن چنین افراد فوق‌العاده به جهان می‌فرستند این است که از عمق بی‌پایان ظلم بی‌دلیلشان لذت می‌برند. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه فعالان مدنی از جمله فعالان محیط زیست اعمال کرده. محمد باقر نمازی، پدر سیامک، که برای پیگیری پرونده پسرش به ایران رفت، در سال 95 به دست ماموران جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. او مهر ماه پارسال ایران را ترک کرد. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا همواره تاکید کردند که سرنوشت زندانیان آمریکایی در ایران برای واشنگتن اهمیت بسیاری دارد. میس
مهرا حجازی پور استاد بزرگ شطرنج ایران در دیماه سال 97 در اقدام شجاعانه بدون حجاب اجباری در مسابقات جهانی شطرنج مسکو شرکت کرد. این اقدام او سبب شد که مقامات فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی اون را از تیم ملی اخراج کنند. حجازی پور پس از اون هرگز به ایران باز نگشت و فعالیت حرفه‌ای خود را با تیم فرانسوی بریست ادامه داد. اون به تازگی با اخذ تابعیت فرانسه قهرمانی این کشور را به دست آورده. میترا حجازی پور در گفتگویی با روزنامه‌های بین‌المللی از آنچه در چند سال گذشته بر او رفته سخن گفته. اون در این گفتگو به جزئیات اخراج خود از تیم ملی در پی برداشتن حجاب، آمدنش به فرانسه و رویارویی اخیر خود با آتوسا پورکاشیان و احساسات متناقض خود در پی این رقابت با هم‌تیمی سابقش پرداخت. میترا حجازی پور، استاد بزرگ شطرنج زنان جهان، هفته گذشته در رقابت‌های شطرنج قهرمانی تیم زنان جهان در لهستان در برابر آتوسا پورکاشیان، دیگر استاد بزرگ شطرنج زنان که زیر پرچم آمریکا بازی می‌کند، روبرو شد. رویاروی این دو عضو سابق تیم ملی شطرنج زنان ایران به نمایندگی از فرانسه و ایالات متحده آمریکا خبرساز شد. جاست و خود فاطمه خانم که لحظات پیش با کریستیانو رونالدو دیدار داشتن، خوشحالید نه؟ خب به فاطمه خانم بگید که چه حسی بود وقتی رونالدو رو دیدید؟ خب بگید، بگید، اشکال نداره. خیلی ذوق داشت. خیلی ذوق داشت. خب آخه داری زبون خواهر و برادر میفهمه و متوجه میشه که چی دارم میگم. عکس که به او گرفتیم باشون؟ بگو از این که نقاشی رو کشید و تحویل کریستیانو رونالدو داد، واکنش کریستیانو رونالدو چی بود؟ چه حسی داشت؟ گریه کرد. چیز اون رو گیره کرد؟ حالا فیلم میشه که پس بود. آره انشالله. نقطه جالبی که شما رو راه ندادن دیگه برید با خواهر عزیزتون که الان عزیز ملت ایرانه. خب خدا رو شد که آرزوشون برآورده شد. از باشگاه پرسپولیس هم خیلی ممنونیم. فاطمه خانم انشالله که همیشه آرزوهات برآورده بشه. برای همه ملت ایران دعا کن. میتونی دستتون بگیری؟ Merci, merci.